یک روز پس از حمله داعشیان بر قونسلگری پاکستان در شهر جلال آباد، فرمانده پلیس ننگرهار حمله داعشیان را بر این قونسلگری پرسش برانگیز می‌داند و می‌گوید که نیروهای امنیتی بررسی‌ها را درباره چگونگی این حمله آغاز کردند. در حالی که حضور داعشیان در این ولایت پررنگ‌تر شده است، فرمانده پلیس ننگرهار سازمان استخبارات نظامی پاکستان را به پشتیبانی از داعش در این ولایت متهم می‌سازد. د منطقي استخبارات او په خاص ډول د ISI چې د پاکستان استخبارات د غوخه دقیق مشتسم نه معلومیږي، دغه داعش چې د مغزات ختم ویلیږي تجهیزیږي او بل اخر زموږ پر خاور کې زموږ پر ولسونو باندې تجاوز کوي، تعرض کوي. اما آگاهان نظامی کابل و اسلام آباد میگویند که گروههایی در منطقه هستند که نمیخواهند روابط میان افغانستان و پاکستان بهبود یابد. گروه هایی در منطقه هستند، در افغانستان و پاکستان، که سال و امنیت به نفعشان نمیبینند، چون اونا میخواین از طریق اسلحه و خشونت منافعشان را دست برن. هرگاه مناسبات پاکستان، افغانستان و سایر کشورها بهتر شود، اونا بستری برای حضور در اینجا ندارند. تلاش میکنند که با اجرای عملیات ها اعتماد ملت ها و کشورها را از میان بردارند. به نظر من گروه هایی در افغانستان و پاکستان وجود دارند که نمیخواهند روابط میان کابل و اسلام آباد بهبود یابند. از همین رو آنان میخواهند که فعالیت های عراس افغانانه را در این دو کشور انجام دهند. در این حال شورای ولایتی و باشندگان ننگرهار با انتقاد از آنچه بیپروایی حکومت در نابودسازی داعشیان گفته می شود، هشدار می دهند که اگر برای نابودسازی داعشیان در این ولایت برنامه های اثرگذاری راه اندازی نشوند، این گروه به ولایت های دیگر نیز گسترش خواهد یافت. هر ملک خپل جنگالی لري او هغه جنگالی افغانستان ته آشتوي او دلته ورنه امتحان اخلي چې چا جنگالی کوي دي. نو کله به داعش حمله کوي، کله به طالب حمله کوي، د دې شاته خامخا د بهرنیانو لاس دی. دغلته پوستي شته دی، مچکپین شته دی، زیاتره چې وګوري هغې دی که وسلې سره څنګه مثال یو کس راشي او وسلې سره داخل د هغې زیاته ننوځي. امنیتي ارګانونه دي دې په اړه باندې څېړنه وکړي، ځکه دلته دولت دی او چکپینټونه دي، دلته پولیس ولاړ دی همیشه، چې څوک راځي دوی تلاشي تېن اخلي، خو په دې باندې موږ نه پوهیږو چې دا څنګه دلته داخل شوي دي. در حمله گروهی بر قونسلگری پاکستان در شهر جلال آباد 7 نیروی امنیتی جان باختند و 7 تن دیگرشان زخم برداشتند. در این رویداد چند غیر نظامی نیز زخم برداشتند.